میخوام یه خورده باهات صحبت کنم. مثل اینکه تو کارات خیلی پس رفتی. من از تو بیشتر از اینا انتظار داشتم. اما اینطور که معلومه مثل که سیمات به کلی قراقاتی شده. هیچ از خودت عرض و لیاقتی نشون نمیدی. سلام. سلام. اینجا رو خالی کن ببینم. چشم بردم. من میرم. آخه تو کی میخوای آدم بشی؟ تو همه ی نقشه های منو به هم زدی. این پسر رو دست تو زده. اون مثل یه خوک قویه. بس دیگه. هیچ میدونی این همه جونی که میکنم واسه چیه؟ واسه اینه که تو از اون بهتر کشتی بگید. منو نگاه کن که واسه کی اقامو چرم. آخه من باید یه خورده بیشتر تمرین بکنم تا بتونم بهش برسم. بی ارزه. من میدونم که عشق اون دختره به کلی تو رو گیج کرده. حیف از این همه کارایی که واسه تو دست با چلفتی میکنم. ولی تو مثل یه بچه موش از این پسره بیفک و فامیل میترسی. بله، آخر شب کشتی رو ازت میبره. هم کشتی رو ازت میبره، هم دختره رو. مگه اینکه خورده بجنبی، اگه خورده همت کنی کارا تموم میشه و تو برنده میشی. اگه منم که میدونم تمام کارا رو به هم میزنی. طالبون پنبه یه زنه، بگونه. خیلی خوب. الو، بله؟ آه، سلام عرض میکنم خانم. منزل؟ خیلی معذرت میخوام، من امشب گرفتارم. آخه من خیلی خستم خانم. بله خانم، ولی متاسفانه من نمیتونم دعوتتون رو قبول کنم. اشاره یه موقع دیگه. بله، متشکرم. خدافظ. یعنی چه؟ این همون زنیه که بهت گفتم. ظاهراً عاشق توه. ولی من یقین دارم که دسیسه این کارم نکنم کنه که تو رو بکنم. میدونی چیه جونم؟ ظاهراً دشمنای تو تو این باشگاه یه نقشه هایی برات کشیدم. چون زورشون به تو نمیرسه؟ اینه که به چلک متوسل شدم. به همین جهت اونا میخوان تو رو به وسیله یه زن از راه بدن. کاملاً درسته. ولی میتونی بریم. متشکرم. خواهرجون میتونی بگی اومدی اینجا چیکار؟ حالا اومدم با بابا صحبت کنم. ولی من که باور نمی‌کنم برای بابا اومده باشی. باور کن عزیزم. یه موضوع خیلی مهمی رو میخوام با بابا در میون بذارم. تو خونه که نمیتونم. خب رو راست با اومدم اونو ببینم دیگه. یعنی چی؟ تو مقصود چیه؟ خوب معلومه. حالا من که بدم نمیاد زنمون بشه. آقا تو تنه اومد. ببخشید من اومدم پدرمو ببینم. چشم خانم الان صدایشو میزنم. همین الان میگم بیان اینجا. قد منه. خیلی بامزه. بیا منو بخور. به قد و قوارش نگاه نکن. نصفش زیر زمینه. اون نگاه کن. خودشی داره نیم. به من میگفتن نصف زیر زمینه. همه جان بلوکونه. سلام خانم. سلام. این خواهرمه. سلام خانم تو چطوره؟ بلستتون بد نیستم. شما چطوری؟ خوبم مرسی. خانم با پدرشون کار داشتن. ولی گفتم بهتره تو بیای که حوصله‌شون سر نره. حالا چرا برق گرفته که تو یه خود از ما حرفای قلمبه شلومبه بزنیم برم؟ خب دیگه ما باید بریم. ممکنه دعوتتون کنم یه چیزی میل بفرمایید؟ اینجا همه چیز هست. نه خیلی متشکرم. نکنه تعارف میکنی؟ نه دیگه باشه انشالله یه وقت دیگه. متشکرم. حتما سرافرازم کنی. خدافظ. شماره تلفنش یادم رفت. خب من میدونم. قصه‌ش که نخور. قربانت. من میدونم چرا بهمن نتونست از پس سهراب بر بیاد. علتش اینه که تمام حواسش متوجه دختر توه. عاشق اونه. به همین جهت فکر میکنم بهتر باشه یه جشنی ترتیب بدیم و این دوتا رو برای همدیگه نامزد کنیم. چطوره؟ بهتره در این مورد عجله نکنیم آقای توپان. من خیلی با دخترم میترا صحبت کردم ولی اون اصلا راضی نمیشه. راضی نمیشه؟ یعنی میخوای بگی دختر دستو اطاعت نمیکنه؟ بهتره بهش بگی اگه من با تو شریک نمیشدم این نصف باشکارم تا حالا از دست در آورده بودن از اینجا بیرونت کرده بودن. خیلی بجر شده بودم. بوده باشی. بپنه بیرام.
گود مورنینگ پاپا. بفرمایید بشینید. متشکرم. بیار بینم. ممنونم. چه داغ بود. بهبه چه صابونه خوبی خوردم. مثل خانما بشین صابونه تو بخور دختر. خیلی ممنونم زبیده خانم. به اندازه کافی صرف شد. خدافز پاپا. خدافز خوهرجو. خدافز زبیده. ببین میترا، من تا حالا چندین مرتبه موضوع نامزدی تو بهمن رو میون کشیدم، ولی تو جواب درست و حسابی رو من ندادی. ممکن علتشو بدونم؟ بهمن تو رو دوست داره، تو هم باید یک کمی به فکر پدر خودت باشی عزیزم. درسته که بهمن یک کمی خشنه، ولی پسر نجیب و خوبیه دختره. ببین پدر، برای دختر خیلی مشکله با مردی که اصلا دوستش نداره ازدواج کنیم. باید بگم که من نه تنها بهمن دوست ندارم، بلکه ازش متنفرم هستم، ازش بدم میاد. ولی تو هم باید بدونی که منم گرفتاریایی دارم دختر. خیلی خوب، پس بذارین چند روزی فکر کنم بعد جوابتون رو میدم. دختر بذار یه چیزی بخورم. زیادی بخورید از نهار میافتید آقا. باید حتما اونو دوستش داشته باشه. مادر خدا بیامرزت، روز اولی که منو دید یک چه خورد، ولی بعد که عروسی کردیم یک دل و صد دل عاشقانم شد. الهی نور به قبلش بباره، زن نازنین بود. آخه من که نمیتونم هستیم فدای حوثای تو بکنم. صد دفعه بهت گفتم من به طوفان مخروزم، گرفتارم. بلم کن پدر، بلم کن. دختر چرا نمیخوای به خاطر نجات پدرتم که شده فداکاری بکنی و رضایت بدی؟ شما تو آتیش بندازم. شما نباید رضایت بدین. نباید. من این پسرم نمیشه. فکر شما بکنه هر چیز دوتر رو من جواب بده. فهمیدی؟ خبر دار رو با کن من اومدم. این دب بیلو شدن زارا پان ببری بابا چه میخواد؟ چه؟ ببخشید آقا، مگه نمیدونید که ورود به سالن تمرین قدقنه؟ شما دار اجازه کی اومدی اینجا؟ اصلا بگی ببینم با کی کار داری؟ بله؟ میخوام کشتی گچ بگیرم. ببین آقا جون، باید اول شما تمرین کنین بعد بیاین کشته بگیرین. خدا اگه رستم دستم باشه باهاش میگیرم. من کشته گچ میگیرم. ببین جان من، شما اول باید بیاین تمرین بکنین، بعدم آزمایش بدین، اگه قبول شدین اون وقت بیاین کشته گچ بگیرین. کشته گچ دیگه، گچ. من خودم سرعملم مرد. برو کنار. برین کنار بابا، به نظرم این یارو دیوونه است. خب حالا حرف حساب چیه؟ تا یه حرف ندی که گردنشو نشکنم از اینجا نمیرم. میخوابم لالا کنم. ما شما رو بیرون بابا. با خرگردن بودی؟ الان حساب تو میرسم از این من. میری یه دستو بگیرم. اوخ اوخ اوخ، یه همه ولکن، یه همه ولکن موچ پاما بچن. اخ گردنم شکست، خدا گردنم چی بشکنه. پله پله میخورم، وای که درب و داغون شدم. خدا جنم کجا ولوشم، من اینجا بهتره آخه. سب کنی بینا بچه ها، سب کنی بینا چی شده. آهای درچه هاری خرگردن.
بچه ها ببینیم به چه حالی افتاده. رقی افرو بلند شو بچه بلند شو آوره کن آه چه مدام سنگینه بلند شو پشو آقا جان اگه سرت به تنت زیادی کرده حالا چه میگی حاضری بازم؟ دیو باشی شاخشو میشکنم بازم حاضری کشت بگیری؟ لخ شو من لخ شم آره لخ شو کی گفته؟ یالا درش بیار باشی الان درش بیارم سب کن ببینم من شال تو فقط شکمت گنده شکم خودت گنده بود میدنم داغونش میکنم ها شما باید اینجا کاملا لخ بشین تا بتونی کشم لخ بشم خیلی خوب شلوارم هم در میگرم الله ببینم زیر شلوارم چیه بابا چه داره خوب اومدی بیا این یارو اومده با تو کشتی کچ میگیم این فسقی بله من الان این حسابشو میرسم غلط میکنم بیزم منم درارم تا بسونش کنم در این کلاس ببینم وقتی دوره ای که برای کسب مقام قهرمانی کشتی کچ شروع میشه به ارزش میرسم دقیقه اول مسابقه رو گزارش میکنیم لازم به یادآوریه که پس از خاتمه این مسابقات کمربند زرین یعنی نشان قهرمانی به قهرمانی تعلق میگیره که برنده این سری مسابقات بشه در این مبارزه سه قهرمان ارزنده مبارزه سخت و پیگیر را آغاز میکنیم در اینکه سهراب قهرمان نامدار ما در این مسابقه دو نفر هستن یعنی دو کشتگیر با یک نفر مردم همه یک کشتگیران را یعنی هر سه کشتگیر را تشبیه میکنن به خصوص سهراب که برای اونها مایه امید و مایه پیروزی است حالا کنالات دامنه داری رو هر سه کشتگی با پرده کنه سهراب به زیر میخواد مسابقه شدت و اوج خودش میرسه ضربه های پشت سر هم هست که به قهرمان ما وارد میشه این پیروزی رو خیلی مشکل میکنه برای یک قهرمان که در آن واحد با دو قهرمان مبارزه کنه یعنی با دو مرد دلاور مبارزه بکنه یک نفر در حالی که تمام جهات رو باید در نظر بگیره و خودش رو از ضربات حفظ کنه دفاع کنه و حمله کنه به نظر میرسه که حریف ها در حالی که حریف اول اون داشت صحنه مبارزه رو تحویل یعنی شکست میخورد حریف دوم به روی اون خودش رو انداخت و باعث شد که این مسابقه ادامه پیدا کنه تماشاگران به شدت برای سهراب به بازی حساب میکنند سهراب در یک بازی بسیار ناهنجاری دیتا ببری از این وقت خودشو خلاص میکنه و حریف خودشو به پشت به زمین میکنه و موی اون رو به میگیره و باز به زمین همینطور پشت سر هم این گول رو مرتب به وسط تشک پرتاب میکنه از این طرف به اون طرف از طرفی به طرفی دیگه حالا رقیب دیگه شده میگیره موهاش رو فشار میده و اون رو به طرف رین پرتاب میکنه تماشاگران به شدت برای اون ابراز احساسات میکنن داور کاملا مترسته و مواظب هست حالا یک نفر از رقیبای سهراب از رین خارج شد تماشاگران اون رو تشویق میکنن و واقعا تشویق هم میخواد که یک نفر با دو نفر با دو قهرمان ارزنده مبارزه بکنه و پیروز کنه بابا بفهمه اون وقت چی کار میکنه؟ خب بذار بفهمه من ترسی ندارم حتما خیلی عصبانی میشه من همه اینا رو میدونم بابا باید بدونه اگه 100 سالم تو خونه بمونم زن بهمن نمیشه اینو جدی میگی؟ البته که جدی میگم خوبه من تصمیم گرفتم که به غیر از سهراب زنی هیچ کسی دیگه نشم خب اومدیم و سهراب نخواست عروسی بکنه من یقین دارم که سهرابم به من علاقه داره تو میدونی که اون الان هیچی نداره درسته که هیچی نداره ولی در عوض جوون و آینده داره اون قهرمان بزرگ و معروفی میشه و من امیدوارم بتونم اون روزو ببینم اطمینان دارم که آینده درخشانی در پیش داره انشالله منم از خدا میخوام آره و من همیشه برای اون دعا میکنم خدا کنه دعات مستجاب بشه سهراب جوون خیلی خوبیه من به پیروزی اون 100% اطمینان دارم گرچه اونا میخوان ناجوان مردانه باش مبارزه کنم ولی من اومدش ماشاءالله چه هیکلی هم داری ایهی ای بیا
سلام خانم، حالتون چطوره؟ سلام، خواهرمو میشناسین؟ بله، ارادت دارم. منم به شما ارادت دارم. خیلی متشکرم. از مسابقه چه خبر؟ فعلاً که دارم تمرین میکنم. امیدوارم موفق بشم. همونطوری که میدونین یه موانعی سر راه منه. البته من باهاش مبارزه میکنم. شما آینده‌تون خیلی روشنه. منم براتون دعا میکنم. حتما شما موفق بشید. خیلی متشکرم. ممکنه بپرسم پیروزی من برای شما چه اهمیتی داره؟ ممکنه علتشو بهم بگی؟ بعدم بهتون میگم. بعدم میگم. پس بیدم با اجازتون. خواهش میکنم. خدافظ. خب با اجازتون. خدافظ آقا کوچولو. خدافظ خانم بزرگ. تو بیشتر چل کن، درست گوش کن ببین چی میگم. چیز عجیبیه، نمیدونم چرا موقعی مبارزه با اون پسر خودتو باختی. مگه تو اون دختره رو نمیخوای؟ چرا، سهرابم هرگز نمیتونه منو شکست بده. تکنیک بیچاره. باشه، تقصیر تو نیست، من راست و ریسش میکنم، ولی توی بیارزه خراب میکنی. اون وقت میخوای همه کارا خود به خود درست بشه. خلاصه بهت بکنم، این آخرین حرفمه. تکه نجوم بی از این پسر شکست میخوری، اونم با دختره ازدواج میکنه. تو باید دل این دختره رو یه جوری به دست گیری. حالا این دیگه بستگی داره به عرضه و لیاقت خودت. سعی میکنم مامو جان. تو حتما باید سهراب شکست بدی. تو باید تو این مسابقه پیروز بشی. قول میدم موفق بشم. تو باید در آخرین مسابقه قهرمانی این پسر بی کس و کار رو شکست بدی. باید شکست بدی. باید. نمیدونی ملاقات با جوانی که آدم دوستش داره چقدر لذت داره. خیلی کم حرف زدی. میگفت پدر مادرش اصرار دارن که بره شیراز پیششون، اما اون نمیخواد بره. راستی اینجا تنهاست؟ نه، با دوستش ایرج توی باغ بزرگی زندگی میکنه. خانم کجا تشریف میبرن؟ میرن دیدن وارن بیتی. این که گفته آدمیزاده یه جونه برن. نه خیر، آرتیست سینماست. بیجونی لطفاً این زیپ منو بکش بالا. بهمن خان امروز دو دفعه تلفن کردم. گفتم نیستم. جواب این پسره رو چی میخوای بدی؟ نمیدونم. خودمم نمیدونم. آخه نمیدونم که حرف نشد. میگم نکنه که... که چی؟ همون که خودت میدونی و منم میدونم. پس معلوم میشه دختر باهوشی هستی. ببینم، دلت میخواد هر چیزی تر قد من بشی؟ من دلم میخواد، ولی میترسم پاپا منم شوهر بده. من نمیخوام تو شوهر کنی و از پیشم بری. دیرت نشه. برم لباسم رو عوض کنم. نه، اینقدر دیر نکردی. ببینم، کسی تغییرتون نکرد؟ تغییر؟ نه. میخوای پالتو بگیرم؟ بله، البته که رو میخوام. خیلی عالیه. چی؟ تو یه دختری رو دوست داری. این که معلومه، اونا منو دوست داره. خیلی زیاد. چی بگم؟ میخوام صدای قشنگ تو بشنم. ولی زبان نگاه گویاتره. چشمای من داره با تو حرف میزنه. سلام. سلام. سلام سراخو. سلام. یارو دم در بایشده. چی؟ دم دم سمی. این یارو گوله دم در بایشده. دم دم سمی رو کسی پرپنه دم داره. چی داره میگی؟ اون یارو گوله دم در بایشده. کی؟ بهمن؟ آره یارو گوله. من یاران حسابشو میرسم. نه سهراب، ازت خواهش میکنم خون سرد باشی، حالا پشو بری. پس من جلوتر میرم. جنابالی چی میگی؟ تو چی میگی؟ من هرچی دلم بخواد میگم. غلط کردی؟ خودت غلط کردی؟ بگو من خواهد شو زدی؟ ای گاف میش الان میگم بیاد حساب اینجا زدی بریم. تا
فرمایشی بود؟ شما فرمایش داشتی؟
مشتی کرد جلد میکنیم. سهراب قهرمان ارزنده ما با رقیب گولپیکرش. تماشاگران ارجمند، به رپورتاج ورزشی ما از دومین نبرد قهرمانان توجه کنید. در این مسابقه گول رینگ با سهراب مبارزه میکنه. پس از خاتمه این دوره از مسابقات، یعنی پس از خاتمه این مبارزه است که برنده انتخاب میشه و تقریبا نیمی از سرنوشت تعیین میشه. یعنی به این ترتیب که برنده این مسابقه در مسابقه فینال شرکت میکنه و سوی تو باقران شرکتش گمشه و هر دو حریف سخت به هم میتازن. سهراب سخت به حریفش میتازه تو مصادر منو تشکیق میکنن و آمدهش میکنن برای نبرد تا پای جان. حالا هر دو سر شاخ هستن و سهراب پشت حریف رو گرفته رو بالا میکشه. داور سعی میکنه اونا رو که سخت به هم گرفت خوردن از هم جدا کنه. مسابقه بسیار سخت و حریفی منوزه، بسیار سخت. هر دو پای جان خیلی سیحال، خیلی قدرا و خیلی آماده. ها با فنه جوه با اون رو به زیر میکشه. پای سهراب ده گرفته و این خیلی برای یک قهرمان زجرنده و آزارنده است. سهراب به کنار رین پرتاب میشه و علی بعد موقعیت خودشو تشخیص میده و باز مبارزه رو از در وسط توشک شروع میکنه و حریفش رو مرتب با ضربه‌های خودش به این طرف انتقال میده. هر دو حریف باز هم سر حال، باز هم سر پا با هم مبارزه رو ادامه میده. تماشا کنید، هر دو قهرمان رو تشخیص میده، به ویژه قهرمان خودشون سهراب که در این موقعیت بسیار بسیار مشکل از دست حریف میتونه خودشو خلاص کنه. درمهایی هست که پشت و کمر اون وارد میشه و اون رو عاجزانه به روی رینگ خطاب کنه. حالا در شیجه که حریف نمت دفعی کرد و حریف محکم بزنیده، حالا حریف رو محکم گرفته، گردنش رو فشار میده. ها و حریف بدل میزنه و دو مرتبه به زمین میکوبه و از دست اون خودش رو خلاص میکنه. حالا سهراب روی حریف نشسته، ضربه هاست که پشت سر هم وارد میشه و حریف رو تقریبا به حالت تسلیم وادار کرده. داور میشماره، میشماره تا برنده رو تعیین کنه و برنده به نیکاتی سهراب میشه، قهرمان ما. سرها گل بشکفت در بهار من، می بخش
باشد جان به تن خنده های تو شادم گر جان دهم من به پای تو تا هستم دامانم کی رها کنم تا ای گل با منی من وفا کنم این دنیا با کسی کی وفا کنم این چرخ فتنه گر فتنه ها کنم بیا بریم دیگه جونی بیا آخه چرا مزاحم من میشی چیکارم داری بیا بریم اگه نیاد میبینی خوشگله بلم کو چیکارم داری باید با من بیا نمیخوام بیام بلم کو دست بردا بیا بری بلم کو وگرنه داد میزنم همه خبر ناز نکن یالا چیکار داری چرا مزاحم سن مردم میشی به شما هیچ ارتباطی نداره آقا نفهمیدم خیلی ما بریم ببینم چه کوجو فشار کم شو زدی حالا نشونت میدم خود باش باشه برو گورتو گم کن حیف که وقتش ندارم و الا بهت حالی میکردم من کی هستم تو هنو منو نشناختی میدم پدرتو درم غلطه میکنی آخ قلبم خیلی بد جوری ناراحت شد چه خورم حالتون بده لطفا منو به منزلم برسید رکسی نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم شما جون منو نجات دادی آخ خواهش میکنم خانم این حرفا چیه شما واقعا جوان شجاع و مهربونی هستی خیلی ازتون ممنونم بفرمایید سوش بفرمایید میخواستم ازتون خواهش کنم که اگه ممکنه منو به منزلم برسونید چون این جوان چند وقته که مرتب مزاحم من میشه هر جا میرم راحتم نمیذاره با من میایید باشه میام مرسی بدونه مچکرم خواهش میکنم سوش قربون دستو چی؟ بازم ناراحتی؟ قلبم هنوز ناراحته بفرمایید تو یه چیزی میل کنید یعنی چی؟ بازم ازتون تشکر میکنم خواهش میکنم شما خیلی خوبین خواهش میکنم بفرمید من اینجا تنها زندگی میکنم خونه کوچیکیه خواهش میکنم بفرمید بشینید تعارف نکنی متشکرم خواهش میکنم خیلی از آشناییتون خوشحالم منم همیتون خانم راستی اسم من سهرابه شما منزیم، مشروب بخورید متشکرم، خیلی متشکرم من به مشروب عادت ندارم، اینه جدی میگم بسیار خوب، پس من عوض شما میخورم البته من معتاد به مشروب نیستم ولی گاهگاهی که حالم بد میشه یه گلاس کوچک ویسکی حالمو جا میاره فکر نمی کنم یه کمی ویسکی برای رفع خستگی ضرری داشته باشه ببخشید خانم، شما تا حال شوهر نکرده ای؟ شوهرم یک سال پیش با ماشین تصادف کرده و و من از اون موقعی که این اتفاق افتاد تا حالا حس میکنم که همه چیزم رو از دست دادم برای همینه که مشروب میخورم من مجبورم که به مشروب پناه ببرم وقتی ویسکی میخورم مثل اینه که همه غم و غصه‌ام فراموشم میشه خب دیگه زندگی همینه چی کار میشه کرد؟ باید خوش بود و خوش گذرم بقیده شما چطورم؟ خب حالا خواهش میکنم این یک گلاس رو به خاطر من میل کنید ضرری نداره به سلامتی من بخورم مرسی تعارف نکنین نه تعارف نمی کنم عجیبه آخه من به مشروب عادتی ندارم اصلا یکی دو دفعه به اصرار دوستانم خوردم ولی خیلی ناراحت شدم بخورید آدم باید همرنگ جماعت باشه نه آخه من ورزشکارم خیلی خوب این که مهم نیست دیگه دستمو بر نگردنید چیری؟
الو، بله. صحبت بخیر. مشغولی ها؟ خوبه، موفق باشی. همونطوری که گفته بودم باید یه کاری بکنی که عاشقت بشه و میترا رو فراموش بکنه. من سعی خودم رو میکنم. کارا همونطور که خواسته بودیم داره انجام میگیره. این پسره جوالله خروز تو خونه هست؟ بعد تلفن میکنم. آخر این که نشون باید یه نقشه دیگه بکشم. تو اصلا معلوم حواست کجاست؟ فرداست که باشگاه رو از چنگم در بیارن. زندگی من بستگی به جواب تو داره. بر علیه من نقشه کشیدن. اون وقت تو رو کراس میگی که بهمن رو دوست نداری؟ پدر جون، من که جواب حرف شما رو قبلنم دادم. پس بگو میخوای خونه خرابم بکنی. شما باید بدونین که من مال و تجاره نیستم. بله پدر، من 20 سالم تمومه و میتونم برای آینده خودم تصمیم بگیرم، ولی شما میخوایین منو به اونا بفروشین و باشگاهتون رو نجات بدین. یعنی منو فدای خواسته های خودتون بکنید. من زجر کشیدم تا بزرگت کردم. تو اختیاری از خودت نداری. چرا؟ پس شما میخواییم به وسیله من باشگاهتون رو نجات بدید. جنایت از این بالاتر نمیشه پدر جون. بسیار خوب پدر، من حاضرم خودم رو چشم بسته تو این آتش بسوزونم. تو باید با بهمن ازدواج کنی. همین. اینجا بینم پسر، بیا کارت دارم. بله قلبان، بنده همینجا هستم. بگو بینم چی کار میکرد. دالم تو آشپزخونه ماهی سرخ میکنه. چرا جواب منو نمیده؟ آخه ماهی رو گربه برده بود حاج آقا. صدات میکنم باید بود. باشه شما تو بالا پل بخشت و من زود بپلم بیم تو بغله. هیچی فرمایشی نکردم. گفتم چی گفتی؟ شما رو لایجز گذاشته باشم اگر غلطی کرده باشم. حاج آقا به سر مبارک قشم. بدونی من کیم؟ بله قربان، شما حاجی قشم شمزه چی خواهد؟ پر تو پرا میگی؟ شکمت گنده شده؟ بدونی چرا؟ از بس که پر میخوری؟ بله قربان، از بس مفت میخوری؟ خاطره جمع باشه؟ نه بعد قضا میخوری؟ بله قربان، خاطره جمع باشه؟ توی خونه نونه آب گیره بری؟ آره آره، را بیافتریم در بزرده بله. روز حواست رو بله حواسم رو بیم سه من تره کمره یا آتیش بزنن تا کلت گرمه 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 بنوازندگان رقاسگان بنوازندگان برای حاجم کم تو هم بشبا
قشنگی چه ماهی برو جانم فدای تو بمیرم من الهی تو چه ماهی چه ناز داری نکرم من نازت به خدا من دلم میخواد که برختم بسازه تو با این قشنگی چرا با دل من همیشه به جنگی فدات بشم قربونت برم ملوس و ملنگی خودت بهتری از عروس فرنگی فدات بشم قربونت برم میخوام ببوسم لب و لوچ اطرا جارو کنم من سر کوچه اطرا تو با این قشنگی چرا با دل من همیشه به جنگی فدات بشم قربونت برم ملوس و ملنگی خودت بهتری از عروس فرنگی فدات بشم قربونت برم عزم توجه فرمایید. بسیار خوشحالم که به این جشن تشریف آوردید. میخوام از همه شما دعوت کنم که به اتفاق بریم سر سفره عام. مبارک. این استباش نباید سر بگیره. شما این دختره میخواید به زور به این مرد بدید. چی هستی؟ به چه حقی اومدی اینجا؟ بهمن، حقشو بذار کف دستش. من سهرابم. چی؟ سهراب؟ آقای بیاید ببینم. زود باشید. تب کن خودم اومدم. حساب تو باید. سب کنید ببینم بچی از این بیرو بودید. بریم کنار. بریم کنار. کار شده من با میمونی. نالو که من میزنی. سمیرم و بس بکنم. ایتا دو بس بلم کن با اون بکنم سمیر. من نزمه با این شد کارم. بابا یه فکری بکن عروس بار کجا باید بره جلاشو بگی من چیکار میتونم بکنم بابا تو چه از من شلوه تری
سهراب. سلام سهراب. سلام. عروسیتون تبریک میگم. گوش کن، من مجبور بودم. برای نجات پدرم اون کارو کردم سهراب. به نظرم اگه من سر نمیرسیدم کار تموم شده بود. ولی من نباید میومدم. من که بهت گفتم مجبور بودم این کارو بکنم. میخوای بگه فداکاری کردی هم؟ تو که خودت خوب میدونستم ممکن بود تو رو بکشم. خودت که خوب میدونی. ولی اگه آدم در مقابل اینجور آدم رو تسلیم بشه کلاش پس معرکه است. ممکنه اونا بخوان منو بکشن، ولی من فقط باشون مبارزه میکنم. مبارزه شرافتمندانه و هیچ ترسی هم از هیچ کدومشون ندارم. من توی بنبست گیر کردم. ممکنه هستی پدرم از دستش بره. من خواستم هم تو و هم پدرم از این درد سر نجات بدم. از لطف و بزرگوارتون متشکرم. اقلا میخواستی اینه به من بگی تا شاید بتونم یه راه حلی پیدا کنم. اگه راه حلی پیدا نشد اون وقت بهتره دیگه بس کنیم. من رو قول تو خیلی حساب میکردم، ولی همش غلط حساب در اومد. تونم سهراب، در غیر این صورت ممکنه هستی پدرت از دستش بره، یا مبارزه یا برگشت. من حاضرم هر کاری که تو بگی بکنم. پس پدرت چی؟ تمام امید اون به موفقیت توه. شاید من شکست خوردم. نه خداوند از تو حمایت میکنه، تو اونو شکست میدی سهراب. بله، امیدوارم. پدر، میخواستم چند کلمه با تون صحبت کنم. چی میخوایی بگی؟ ببینید پدر، با این ازدواج من آدم خوشبختی نیستم. میدونم که شما خوشبختی منو میخواست. بنابراین نباید دخترتون رو فدا کنید. من نمیتونم زن وهمم بشم. چی؟ تو چی داری میگی دختر؟ میدونی من در چه وضعی قرار دارم؟ بله میدونم. میدونم که سرنوشت شما دست اون مرد دیوسیرته، اما شما نباید این کارو بکنید. من دختر شما، اما پدر شما نباید منو بفروشید. هیچ میدونی با این عملی که کردی آبروی منو بردی و بیچارم کردی؟ درسته پدر، منم فقط به خاطر حفظ آبروی شما حاضر شدم این کارو بکنم، ولی دیگه نمیذارم اونا با آبروی من بازی بکنم. پس من دختری مثل تو رو به ثمر رسوندم که چی؟ پس تو چه وقت میخوای به فکر من باشی؟ پدر، ممکنه که شما تمام هستیتون از دست بدید. آخه دیگه چرا میخواین منو تو آتش بندازید؟ تو آتش؟ اینطور نیست دختر. شاید اینطور نباشه، ولی من مجبورم که حقیقتی رو برای شما بگم. من نمیتونم قولی رو که به مردم دادم زیر پام بذارم و فراموش کنم. پدر، طرف شما آدم درستکار و شرافتمندی نیست. اون یه دوده. ممکنه اینطور باشه، شاید، ولی حقیقت اینه که تو اون پسر سهراب رو میخوای. تو اونو دوست داری؟ بله من اونو دوست دارم پدر. اون یه مرده، یه انسانه. خودم هم نمیدونم چیکار بکنم. خدا پاک عقلمو از دست دادم. تو مطمئنی که دوستش داری؟ بله پدر، ما هر دو همدیگر رو به حد پرستش دوست داریم. ولی تو شهرت و افتخار سهراب رو میخوای، نه خودشو. نه، به خدا من فقط خودمونو دوست دارم. حتی اگر یه قهرمان نباشه؟ بله، حتی اگه اون یه قهرمانم نباشه من دوستش دارم. ولی اینو میدونی که اگر اون شکست بخوره من تمام هستی و نیستیم و از دست میدم؟ پدر اون قدرت داره، اتکاش به خداونده. به شما قول میدم که موفق میشه. حالا چی بکنم؟ من که هیچ امیدی ندارم. اینو بهت بگم، من این باشگاه رو با یه اون جون کندن به دست آوردم، ولی تو میخوای اونو از دست من بگیری؟ تو میخوای بیچارم کنی؟ چرا اینقدر خودخواه هستی پدر؟ من خودخواه هستم؟ ولی شما همش به فکر باشگاهتون هستین، ولی به فکر من که دخترتون هستم. بشو سهراب میشم پدر جون. خداوند من چی گرفتم؟ پدر جون شما رو به خدا راضی نشین که من بدبخت بشم. پدر جون
چطوره به من یارو بپرسیم ببینیم میدونه جاش کجاست یا نه؟ تو میگی سلام این کارو بکنه بچه‌ای، بالاخره امروز باید هر طور شده گیرش بیاریم. این یه دستور آقای طوفان اینطور خواسته. خیلی خوب، باشه بریم جلو. ببینم آقا، تو امروز سهراب این برای نایدی؟ نه، نایدمش. چطور نایدیش؟ الان دو سه روزه که تو خونش استراحت میکنه. خونش؟ آره، یه باقی تو شمرون داره که با رفیقش اونجا زندگی میکنه. ممکنه نشونه شما بدی؟ والا قسمت داوودیه که برین، هر کی که بپرسین خونه سهراب قهرمان کشتی کچ کجاست نشونتون میده. بالاخره گیرش میارین. یاد باشه اگه امروز این طرف آفتابی شد بهش بگو دو تا رفیقای بهتر از جونت باهات کار داشتن. خیلی خیلی خوب، بریم. خب قربونت. قربونت. خدا کنه شانسمون بگه و پیداش کنیم. زک نبود؟ ببینم اینا چیکار داشتن؟ من چه میدونم بابا؟ ما رو ببین که اخیرس میپرسیم قطب شمال کجاست؟ باید همه جا زاکسیاشو چون بزنی؟ امروز فکر نمی کنم بیاد، بهتره بریم. یعنی میگی پیداش میشه؟ تو هر سوراخی باشه پیداش میکنی. خیلی خوب، بریم. یه باش گوشی رو بده زمین کار دارم. ببین میخوام تلفن بکنم. نمره تلفن خونه ما چیه؟ من چم دونم بمزده. ای خدا، نمره تلفنم یادم رفته. مثل این که تو 3-9 داره و 2-2. آره خودش پیداش کردم. 3-2 داره و 2-9. 999,004,005,002,000. آه درسته. الو، اونجا کجاست؟ عوضی؟ ای خدا، من که اینقدر خیلی نبودم. 9 نبودش، 16 بودش. آره، 3-5-2. 3-5-2. اینم محض رضای. ببخشی، من کجا رو میخواستم؟ ای، میگه سر قبر پدرتو میخواد. پول خورد ندارم حالا. آهای مندلی، آهای سندلی، بیا اینجا، بیا 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 بیا. یعنی بله. یه دوزنی رد کن بیاد ببینم. میخوام تلفن کنم. نکنه چطور میشه؟ یه آخه یه کار فوری دارم. آشماش به من چه؟ میخوام تلفن کنم. نکن. بگه به من دوزاری رو میخوام. هم نخواهی. پول خوردم تموم شده. ندارم. بگه به من جون من. ندارم. یکم بمیره بده. نمیدم. حوصله‌مو سر برد. یه دوزاری بگه به من، باز پست میدم. پول خورد ندارم، پست میدم، بده به من. ندارم، میخوای برم سر کوچه واسط گدایی کنم؟ خدا بده بابا، تو با یه ایکل کوچولو 2000 پول سیاه تو جیبت پیدا نمیشه بابا. تو بمیری میخوام تلفن کنم آخه. به نظرم حالا اینجا علافی همچینی؟ آره اینجوری باش مولاد، ناچست معلوم نیست کدوم گوری رفته. خلاصه باید واسطیم تا بیاد. میگم چطوری یه سری به خونهش بزنیم ببینیم اونجاست یا نه. یه خود دیگه هم وامیستیم، اگه نایمد مجبوریم بریم خونهش. آقای طوفان گفته باید کاری کنیم که نتونه سر موقع بیاد باشگاه و مسابقه بده. دیگه فکر نمی کنم بیاد، بهتره بریم خونهش. یاد نباره سوار شده. بله. دو سه دقیقه دیگه صبر میکنیم، اگه نایمد میریم دنبالش. آره عربه خلاوتو همچی میریم جد بوینگم میریم دنبالش. اینی سگ بوده. چطور شد؟ نامروبت عجب موقعی هم پنچه شد. لعنت خدا برداله تنشه. نقشو بینم بیانده به جمتون دارد. چرا بایستادی؟ من نمیرم تو خاکی. آخه من کار دارم، باید زود بریم. سرم هم بباری نمیرم.
خدا را شکر کن که تاکسی خارجیت اومده. بگیر بابا سگ خور. بهت نشون میدم. حالا میبینی. من بعد بخور باید که نیست سگت خور. یالا سوار شو بریم دیر شو بزید باش. بله. ای وای کلیده کجا گذاشتن؟ اما اینا هم چی بایدشن؟ خاطر جمع باشه درسم و فوت آبم. ای بابا سهراب جون کجایی؟ اوضاع داره قمر در عقرب میشه. آدم کرا اومدن. بیشتی باید مروبت سیاه. اینم که خونه نیست. دیری که خاکی به سر میشه. حالا کجا گیرش بیارم؟ من هم نیچه کنون شلاقی رفتیم. در هر چه بسته هره خب به نظر تو حالا باید چی کار بکنی؟ یالا دیوار برو بالا. بالا ماشینم خراب شده. حالا بابا یه تاکسی بگیر. بابا یه تاکسی بگیر. تاکسی؟ بگیر. تاکسی؟ آی تاکسی. حالا تاکسی پیدا نمیشه. بگیر. بری موجری. 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 بای. یه چیچه غیر عجباری میادش. بگیر منم سواشم. بای. کجا داری بری باشی من سواشم. بی بالا میشه. دارم میام بالا. اینو بگیر. محکم بگیر. چون نره آقا موجر دخوا. جون مرگ مادر جون نره. اینقدر حرف نزار. آقا من میترسم بترسم. نه ترس. میترسم. بای خودو تو. سواش برو. آقا موجر توری. آقا موجر توری. در بلکم نده میفتم. یه سرش بردار. موجر توری. بکنی تور توری که یواش ترش کن. نه اینا. من یواش رفت کری. بده من
توجه بفرمایید، امشب مسابقه قهرمانی کشتی کچ با شرکت دو قهرمان نامی سهراب و بهمن برگزار می شود. برنده صاحب کمربند زرین خواهد بود. تماشاگران عزیز، در این قسمت رپورتاج ورزشی ما رو از این دوره مسابقات به عرض شما میرسه. فینال این مسابقات، یعنی گزارشی از فینال این مسابقات که با شرکت دو قهرمان ارزنده برگزار میشه. استادیوم لبریز از جمعیت به شدت برای قهرمانان ابراز استقبال میکنن. سهراب هنوز به استادیوم نیامده و معلوم نیست حالا سهراب وارد استادیوم میشه. تماشاگران به شدت اونو تشویق میکنن، آمادهش میکنن برای این مبارزه سخت، مبارزه‌ای که برای کسب عنوان قهرمانی و به دست آوردن کمربند زرین انجام میشه. حالا هر دو حریفتون گرم میکنن. سهراب خیلی خسته و کوفته به نظر میرسه، معلوم نیست چه انگیزه ای باعث این کوفتگی و خستگی اون شده. در عوض حریف اون خیلی سرحال به نظر میرسه. به حال مسابقه بین دو نخبه، بین دو قهرمان ارزنده برگزار میشه. تماشاگران به شدت منتظر هستن، دلها در سینه میتپه. با آزمایش که داور میکنه از موها که چیز زجر دهنده آزار دهنده ای نباشه، کف پا همه رو بازدید میکنه. این وظیفه یه داوری هست در این سری از مسابقات. در این گونه مسابقات باید حتما توجه کامل بشه و احتیاط های لازم به عمل. مسابقه شروع میشه، هر دو حریف بند دست میدن و آغاز مسابقه با سوت داور شروع میشه. ها، هر دو حریف صحنه را و سر حال حمله میکنه. دل در سینه یه تماشاگران نیست. این مسابقه بسیار بسیار مشکله. سهراب خیلی خسته نظر میسن که از تو بسوندم بسیار کنه و امتحان داره که این مقام رو از دست بده. حریفان خیلی نیرومند، خیلی سرحال و خیلی قبراق به نظر میسه و هر آن انتظار این میره که اون رو به وسط رینگ پرتاب بکنه و دیگه نتونه جاش بلند بشه. بله، همینطور که پیشبینی میکنیم این قهرمان ارزنده در این سری مسابقه نمیتونه بداره چه، یعنی امشب معلوم نیست که چه انگیزه ای باعث شده که سهراب منگل نامدار و اون مبارز سرسخت اینقدر لاتوان و زبون بنده کسید. ضربه ها پشت سر هم هست. هر دو قهرمان سرپا مسابقه رو از نو شروع میکنن. ها، حالا سهراب مثل این که یه نیروی تازه با جفت پا اون حریف رو به زمین میکوبه. حریف در گردنش در لای پای سهراب هست و امکان این که تتون بخوره نداره. حریف بلند میشه، گردن رو بکنه و هر بران به شدت قهرمان ارزنده خودشون تشویق میکنه. حالا هر دو حریف خیلی سرحال، خیلی سریع و چابک به هم حمله میکنن. حملات دامنه دار، دفاع زیاد و تماشاگران به شدت ابراز استحصال میکنن و از این مسابقه سرشار از لذت شدن. و سهراب سخت به زمین افتاده و سخت در اختیار حریف خودش رو نجات میده و باز حملات دامنگیر خودش رو شروع میکنه. این فوتبالیست یک گول میمونه، مرتب به زمین میکنه. سوت داور مسابقه سرکنه که بعد نو شروع میشه. حالا سهراب رقیب خودش رو بلند میکنه و به زمین میکنه پشت سر هم. تماشاگران دیگه از خوشحالی در پوست نمی گنجن. همه سهراب یل نامدار و قهرمان محبوب خودشون رو تشویق میکنن. به این ترتیب پیروزی قهرمان ما قطعی به نظر میرسه، یعنی حملات خودش رو در یک موقعی به خصوص بعد از اینکه خوب حریف حملات چکر شروع کرد، حریف که خسته شد، اون وقت حملات اون زهدار و چشمگیر شد. در دست اون به عنوان قهرمان بلند میشه و تماشاگران به شدت قهرمان محبوب خودشون رو تشویق میکنن. و ما در اینجا به رپورتاج ورزشی خودمون خاتمه میدیم.
توی توی بهار من توی